سلام، اینجا راباناس، من علی حاجی ام و ما میخوایم در خصوص یک شکست بزرگ و تحقیرآمیز دیگر از پاریس ناصر الخلیفی صحبت بکنیم. یه بازی کلاسیک دیگه از لیگ قهرمانان اروپا دیدیم، از اون دسته از بازی‌هایی که شاید حالا مفاهیم سوپرلیگ هی داره وارد میشه و میگن که فوتبال دیگه اون جذابیت خودش رو از دست داد. اتفاقا بازی رئال مادرید و پاریس سن ژرمن ثابت کرد که این فوتبال میتونه دوباره حرف‌های گنده گنده بزنه و خاطرات بزرگی رو بسازه برای نسل آینده که پوزش رو بدیم بگیم ما همچین بازی رو دیدیم، ما همچین دیداری رو دیدیم، ما همچین تیمی رو از رئال مادرید دیدیم. مودریچ 36 ساله دیدیم که اینگونه استارت میزند و نیمار 30 ساله‌ای رو دیدیم که بدون توپ نمیتونه حتی به مودریچ 36 ساله برسه، توپ رو از دست میده و گل دوم به ثمر میرسه. ما در این اپیزود می‌خوایم از سه تا عنوان صحبت کنیم: یک، بررسی بازی رئال مادرید و پاریس سن ژرمن که یکم از نکاتی که کمتر گفته شده، به هر حال همه از جنبه‌های مختلف صحبت کردن در خصوص این بازی، حالا می‌خوایم از یک سری اتفاق‌های متفاوت صحبت کنیم، ممکنه بدونید ولی می‌خوایم به اینجا اشاره بکنیم چون مهمه. دوم اینکه در خصوص تاریخ پاریس سن ژرمن صحبت کنیم، دوران ناصر الخلیفی، شکست پشت شکست در لیگ قهرمانان اروپا، و سومین نکته که آخرین بحثمون هست این که چرا پروژه ناصر الخلیفی در پاریس سن ژرمن یک شکست محسوب میشه. پیش از اینکه آغاز بکنیم یک کوچولو وقت بذاریم، به پیج اینستاگرام ما سر بزنید، اونجا همه چی هست، ما چنل یوتیوب هم داریم، به اونجا هم سر بزنید، پلی لیست مشخصه و در خصوص موضوعات مختلف صحبت کردیم. برای ما کامنت بذارید بیش از هر چیزی و به دوستای خودتون معرفی بکنید. شاید خوشبین ترین طرفدار رئال مادرید هم همچین سناریوی زیبایی نمیتونست بنویسه، یعنی در ذهنش اصلا متصور نبود با توجه به سیستم بازی و ایده بازی که پوچتینو داشت و مشخصا رئال مادرید در اول بازی سعی داشت گل بزنه، هجوم آورد، موقعیت ایجاد کرد، ولی خب میدونستیم که پاریس سن ژرمن چه ایده‌ای در ذهنش داره و میخواد چه استفاده ای از کیلیان امباپه و سرعتش ببره. وقتی هر چقدر جلوتر رفت در ابتدای بازی، وقتی کیلیان امباپه اولین گل مردود خودش رو زد، خب به هر حال دیدیم که این پاریس یکم ترسناک به نظر میرسه، ولی خب هرچی جلوتر رفت خب بازی در دست پاریس بود. مسی یه خط اومد عقب‌تر، بازی رو در دست گرفتن، مسی اومد یه خط عقب‌تر و تونستن بازی رو در دست بگیرن با حضور بازیکن بسیار مهم به نام پارادس، پریرا و وراتی، کاملا بازی رو در دست گرفتن و تونستن همونجوری که دلشون میخواد بازی بکنن، کاملا بر وفق مراد پاریس پیش رفت، رفت جلو، تونستن استفاده بکنن از فضای پشت مدافعینی که به وجود میاد. خب رئال مجبور بود جلو بکشه، مجبور بود از بازیکن‌های کناری خودش استفاده بکنه و خب یک فضای ایجاد شده بود که نیمار در تنها کار مثبتی که در بازی انجام داد یک پاس گل داد و کیلیان امباپه، این ستاره‌ای که قطعاً آینده در دستان او خواهد بود و قطعاً گل‌های زیادی در برنابه خواهد زد، یک گل تر و تمیز زد، یک حرکت بدن زیبا، کاملاً کورتوا و آلابا دچار اشتباه شدن، زاویه موافق رو در نظر گرفت، بدن اومد که می‌خواد اون ور بزنه ولی زاویه موافق زد و خب این استعداد فوق‌العاده‌ای هستش که از کیلیان امباپه همیشه صحبت می‌کردیم. یک گل مردود دیگه زد با یک بدن و بدون اینکه تأثیر به توپ بگذاره، کورتوا رو رد کرد و دروازه خالی رو باز کرد و خب دو تا گل زد که به خاطر آفساید مردود اعلام شد. همه اینجوری متصور بودن که بازی بر وفق مراد پاریس سن ژرمن هست و رئال مادرید با این ایدئولوژی نمیتونه بازی رو ببره. گل هم بر اساس یک ایده تاکتیکی بود، یعنی گل اتفاقی نبود که با توجه به تعویض‌هایی که آنجلوتی کرد، آسنسیو بیرون اومد، آسنسیو شب خوبی نداشت، کاماوینگا آسنسیو مورنینگ پرسنه، خیلی شبای خوبی نداره، من اصلا میگم در یه تک بازی‌هایی میتونه بدرخشه و مشخصا بازی با پاریس شبش نبود. رودریگو اومد، کاماوینگا اومد که سرعت خط میانی رو بالا ببره، کاری کرد که اون دو تا هافبک‌های جلوش کاملا بتونن با فراغ بال بیشتری پرسینگ رو انجام بدن و خب از این پرسینگ هم به گل رسید. هیچ وجه خطا نبود، خب خیلی ساده است که اصلا خطا نبود. یعنی چرا؟ من خودم فکر میکنم خطا نیست، ولی دوستم توضیحشو بشنوم. یک موضوعی هست تحت عنوان این که دروازه‌بان موقعی که در هوا هست اختیار و راحتی بیشتری داورها بهشون میدن که بتونه توپ رو در اختیار خودش بکنه، ولی وقتی توپ زیر پاش هست این رو به عنوان یک بازیکن در نظر میگیرن و این خطا رو میگن که آقا این خطا وسط زمین بود، آیا این خطا بود یا نه، اتفاق رایج، برخورد
رایج در فوتبال هست و مشخصا اصلا و ابدا خطا نبود. حالا به نظرم بنده حقیر هستم، کاری ندارم، ولی خب خیلی مصرم رو این نظر. تیری آنری هم میگفت خطا نبود. نه اصلا خیلی واضحه، به نظرم خیلی واضحه. و اوکی اگر بر اساس داوریه پارادیس بر اخراج بشه، یعنی ما اگر آقای پوچتینو بعد از بازی، حالا میخوایم بگیم این رو به منش ناصر خلیفی بر باشگاه پاریس سن ژرمن میخوایم بگیم، اگر آقای پوچتینو میاد با اقتدار و با صراحت کلام میگه که خب داور بازی رو عوض کرد، داور میتونه پارادیس رو اخراج کنه. همون دلیل باعث شد که پارادیس رو بیرون بکشه و نامرتبط ترین بازیکن رو وارد زمین بکنه، یعنی گانگه. یعنی یک فاجعه تمام عیار بود پوچتینو از اون بازیخونی که داشت. میتونست خیلی راحت تر تعویض رو، حتی اگه گل خورده بود میتونست راحت بازیکن رو عوض بکنه، ولی خب باز هم برمیگرده به اون منش باشگاه. نیمار مثلا یک بازیکن کاملا مرده بود، کاملا میتونست تعویض بشه، خط میانی قدرتمند بشه، با توجه به کاماوینگا اومد تو زمین، کاملا میتونست از بازیکن خط هافک و میانی خودش استفاده بکنه، ولی خب نه، همیشه هم همین بوده پاریس، همیشه هم انقدر بی کیفیت و بی روح این پروژه. رئال مادرید گل زد، یک هتریک درخشان، یک هتریک لذت بخش از کریم بنزما که بار گریه ای که میکنه، اصلا صندلی که آقای آلبا میده به یک عکس زیبا بدل میشه، که اینکه خاطرات تبدیل میشه این عکس این صندلیه. خدا شده منم مو بفهمم اصلا فوق العاده است. یعنی کاری که رئالی ها در برنابا انجام دادن باز هم ثابت کرد که فوتبال میتونه در تاریک ترین لحظات زیباترین لحظات رو برای ما خلق بکنه. چه تیمی بهتر از رئال مادرید؟ 13 بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده. و اگر شما فکر میکنید که رئال مادرید با این مدل بازی مقرورانه، این مدل بازی که آقای مارکینیوش اگر اون پاس رو میده در نیمه اول پاس پشت پا میده، یعنی انقدر انگار با ما داره بازی میکنه، انگار با یک تیم سطح پایین داره بازی میکنه، نه، این رئال مادریده، این رئال مادریدی که تک تک بازیکناش رو بیشتر از شما لیگ قهرمان اروپا گرفتن، یعنی کمترینشون بیشتر از شما لیگ قهرمان اروپا گرفته، حالا مسی رو اگه بذاریم کنار، راموسی هم که نبود. میخوام بگم انقدر تفاوت تیم زیاده، ولی تو با یک مدلی بازی میکنی که انگار هنوز یاد نگرفتی. این رو در سالهای قبل هم دیدیم، میبهش میپردازیم. بره جلو رئال مادرید که ببینیم چقدر میتونه این تیم فوق العاده آقای آنجلوتی، لالیگا که به احتمال زیاد گرفته و در لیگ قهرمان اروپا خیلی نزدیک شده به اون چیزی که ما توقع داریم، البته اگه به منچستر سیتی نخوره. پس اگه لالیگا بگیره، بالاخره تو هر 5 تا تاپ لیگ اروپایی هم دقیقا لیگ برده آنجلوتی. دقیقاً چلسی و آس میلان و بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن. اولین مربی ناصر خلیفی در پاریس سن ژرمن بود سال 2011، وقتی که ناصر خلیفی وارد این باشگاه میشه و پروژه خودش رو آغاز میکنه، اولین مربی کارلو آنجلوتی. این پروژه یک سری اهدافی برای خودش در نظر گرفت و میخواست به اون برسه. برخیاش رسید و به بزرگترین شاید قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا نرسید. خب پروژه قطر بوده، 3 سال بعد از پروژه اماراتی ها در لیگ برتر و باشگاه منچستر سیتی آغاز شد، با ناصر خلیفی که مدیریت شبکه بین اسپورت رو داشت، در واقع پخش کننده تلویزیونی بین اسپورت داشت. هدفشون معرفی چهره متفاوتی از کشور قطر بود. اینا می‌خواستن یه سرمایه‌گذاری ویژه برای قطر بکنن، هم از زمینه برادکاستینگ، در زمینه پخش کننده شبکه تلویزیونی، هم اینکه تیم ملیشون قدرتمند بشه و همین که بتونن جام جهانی رو به دست بیارن. خب به نحوی به همه اینها رسیدن. بین اسپورت الان به یکی از شبکه‌های قدرتمند در پخش فوتبال بدل شده. تیم ملی قطر رو دیدیم با توجه به اتفاق‌ها، کمپ اسپایر و اتفاقاتی که اصلا خود قطر راه انداخته، با اون پول هنگفت و پول فراوانی که داره تونست تیم ملی رو به یک اوج برسونه، با ژاوی مخصوصا از صدر رو به یک قدرت تبدیل کرد. البته که نتونست لیگ قهرمانان آسیا رو ببره، ولی تیم ملی قطر فاتح آسیا شد، ژاپن رو شکست داد، چه اقتداری بالاتر از این. و با همه حرف و حدیث ها، جام جهانی قطر در 3 آبان 1 آذر برگزار میشه و با همه حالا فسادی که حالا الان دیگه کتاب ازش می نویسن و اتفاقهای حاشیه‌ای که چه بلاهایی سر حالا مهاجرا و کار گرا آوردن، و با همه این تفاصیل ولی تونسته میزبانی رو از آن خودش بکنه. وسط زمستون عجیب ترین اتفاق در جام جهانی، وسط فصل تیم ها برن خونه هاشون، کسایی که دعوت نمیشن و کسایی که دعوت میشن و بیان وسط پاییز در آذر ماه بیان جام جهانی رو برگزار بکنن. این پروژه‌ای بود که آقای ناصر خلیفی آغاز کرد، مشخصا در پاریس سن ژرمن آغاز کرد، ولی اهداف بزرگتری داشت که تونست وجهه متفاوتی از قطر رو به دنیا نشون بده. ولی خب یک پروژه ورزشی در باشگاه پاریس سن ژرمن داشت که
میخواستش در ظرف مثلا حالا 10 سال 11 سال بتواند این تیم رو قهرمان لیگ قهرمان اروپا بکنه. همین پروژه رو خب منچستر سیتی داشت، ولی مدل برخورد، مدل مدیریت این دو تیم کاملا متفاوت بود. ما الان جایگاهی که برای منچستر سیتی متصور هستیم کاملا متفاوته با پاریس سن ژرمن. پاریس سن ژرمن آغاز کرد کار خودش رو با کارلو آنجلوتی، بعدش کارلو آنجلوتی رفت، لوران بلان اومد، بعدش لوران بلان رفت، اونای امری اومد، توخل و بعدش ماوریسیو پوچتینو. اینا هم یک هدف داشتن، چون مشخصا از یک سالی به بعد دیگه مسلط بودن کاملا به لیگ لو شامپیونه، کاملا دیگه قهرمانی در لیگ فرانسه براشون عادی نداشت، براشون خیلی هدف نبود، این چیزی بود که راحت به دست می آوردن. البته که با موناکو و بعدش با کریستوف گالتیه که نذاشت قهرمان بشه، با لیل نذاشتن قهرمان بشه و اون عنوان قهرمانی در لو شامپیونه ازشون گرفتن، ولی هدف اصلی اینها قهرمانی در لیگ قهرمان اروپا بود که هر سال هم به تیمی می‌خوردن که بیشترش بارسلونا بود. اولش که در سال 2011 12 در لیگ اروپا حذف شدن، بذارین بخونم از رو. در سال 2012 2013 به بارسلونا باختن، آنجلوتی مربیشون بود، اون بازی عجیب و غریبی که نصیب مصدوم میشه بارسلونا نابود میشه که بارسلونا میره به بایر مونیخ 7-0 می‌بازه در نیمه نهایی. اینجا پاریس سن ژرمن رو شکست میدم و اون دریبل فوق‌العاده‌ای که از اون بازی ماندگار شد که اینیستا اینوری میچرخه و توپ رو البته نمیتونه توپش گل بکنه، ولی به هر ضرب و زوری بود فکر کنم بازی دیوید ویا گل زد که تونستم اون تیم زوار در رفته بارسلونا که تیتو از اون ور به یک شکلی رفته بود، از تیم رفته بود آمریکا که درمان بشه، لیونل مسی هم مصدوم بود و تیمی که خیلی مهره آنچنانی نداشت با ژوردی رورا تونست پاریس سن ژرمن رو حذف بکنه. در سال 2013 2014 به چلسی باختن، در سال 2014 2015 بارسلونا نیمار همه کارشو که باز اینیستا همه رو دریبل کرد و پاس داد به نیمار و نیمار گل زد. نه جلوتر 2015 2016 به منچستر سیتی میبازن، دی بروینه گل میزنه. 2016 2017 به بارسلونا میبازن، همین رمونتادا، همین شکست تحقیرآمیز، شکست مفتزهانه. بله هزار تا اتفاق حاشیه‌ای هم هست، ولی اون اتفاقی که آقای اونای امری رقم زد یادمون نمیره که 4-0 برده بود، یک برد حیرت انگیز در پورتو پرنس به دست آورده بود، ولی رفته بود تمرین پنالتی میکرد آقای اونای امری. سال 2017 2018 اون هد فوق العاده آقای کریستیانو رونالدو رئال مادرید برد. در سال 2018 2019 منچستر یونایتد در اولترافورد 2-0 باخته بود، ولی یک شاهکار در پارک دو پرنس با اشتباهات بوفون رقم زد، لوکاکو دو گل زد و اون هند پایانی که کیمپمبه انجام داد و نیماری بهت زد به استادیوم داره نگاه میکنه و باورش نمیشه که مارکوس راشفورد گل سوم رو در اون دقیقه در لحظه پایانی به ثمر میرسونه و منچستر یونایتد میتونه پاریس سن ژرمن پرمخره و پرهزینه رو بتونه شکست بده. سال 2019-2020 سال کرونا به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسیدن، به بایر مونیخ باختن که همین فینال هم اگر تکذبی نبود همونجا آتالانتا یقشون رو میگرفت. در سال 2020-2021 منچستر سیتی که فصل پیش بود و این فصل هم رئال مادرید. شکست پشت شکست، هزینه پشت هزینه، یک پروژه‌ای که رسانه‌ها در این چند روز این پروژه رو پروژه پر از شکست، پر از عصبانیت، پر از بیروحیدن این پروژه، این پروژه‌ای که هیچ شکل و شمایل و شکوهی نتونست برای خودش رقم بزنه. پاریس سن ژرمن در 11 سال مالکیت و مدیریت آقای ناصر الخلیفی 1400 میلیون دلار خرج کرد، بیش از هر تیمی که ما در این سالها میتونیم ببینیم، و تمام چیزی که میخواست رو گرفت. هر چقدر بازیکن در پیت بود واقعا گرفت، یعنی پول زیاد هم براش پرداخت کرد، ولی بهترین ستاره ها رو هم خرید. یادمون نمیره نیمار، واقعا رسانه ها شوکه شدن، همه طرفدارای فوتبال شوکه شدن از اتفاقی که افتاد. با 222 میلیون یورو نیمار رو از بارسلونا گرفت. اصلا بعدمون بودش که آیه پرز بندای فصل 500 میلیون و 1 میلیارد اصلا مسخره، که اصلا همه بازیکن ها رو overrated کرد، یعنی بازیکن‌هایی که نهایت در قبل از نیمار میتونستن با 20 میلیون یک باشگاهی بخره الان مثلا 80 میلیون پول میداد. همون سال قرضی کیلیان امباپه رو گرفت از موناکو، اون بازیکن فوق‌العاده‌ای که تو موناکو همه کار کرد، موناکو رو به نیمه نهایی رسون. 1400 میلیون این همه ستاره و در نهایت لیونل مسی، این پنجره پرزرق و برق که براشون هیچی نداشت. اشرف حکیمی گرفت که در این بازی بدترین نمایش عمرش رو به ثبت رسون. لیونل مسی بود که عقیده من خوب بود، ولی در این تیم، در این سیستم آقای ماریسو پوچتینو جواب نمیده. راموس که مشخص نیست الان کجاست، اصلا این قراردادهای عجیب و غریبی که سال پیش با نیمار میبنده، 5 ساله بازیکن 30 ساله ای که به مودریچ نمیرسه، اینقدر این بازیکن بیکیفیته، اینقدر این بازیکن قدر خودش رو ندونسته و خودش رو به اضمحلال رسونده. چند وقت پیش مصاحبه کرده بودش که میخوام برم آمریکا چون اونطوری میتونم کمتر بازی کنم و سالهای بیشتری بازی کنم. اینو نیمار نگه کی بگه. در اون سال کرونا که تکذیبی بود، آتالانتا رو که
رو با شکل و شمایل متفاوتی میبرن. اینجا یک پارتی راه انداختن در اونجا، رسانه‌ها کلی انتقاد، بابا چه تیمی هستین شما؟ چون متمرکز هم بود، اینجوری نبود که مثلا اینجا برگزار بشه بعد بری مسابقه لیگ رو انجام بدی، متمرکز و کاملا میرن پارتی میگیرن، یک جو به شدت جو سخیف. از اون ور بایر مونیخ از اون طرف 8-2 بارسلونا رو شکست میده و انگار نه انگار تعریف کردن بله اصلا یعنی خیلی عادی، خیلی راحت تعریف میکرد دیگه به کمبایر که اومد در رختکن و من اصلا انتظار داشتم که الان بزنن برقصن داد بکشن فریاد بکشن، دیدم همه نشستن خیلی ساکت، گفتم چتونه؟ مدرب بازی بعدی فکر میکنه. این طرز تفکری که بایر مونیخ این بازیکن‌ها رو تربیت میکنه، این مدل، این تیمه که میتونه بره قهرمان لیگ قهرمانان اروپا بشه، نه آدمی مثل نیمار. پاریس سن ژرمن در این سال‌ها بازیکن‌های بسیاری رو خرید و مدل رفتاری ناصر الخلیفی باعث شد که یک جو مسموم در تیم به وجود بیاد. یعنی هر مربی شما بیاری، بهترین مربی‌ها رو واقعا آوردی. هر چقدر بگی پوچتینو بد، من نمیگم بد. من میگم جو تیم مسمومه. جو تیم با حضور امثال آقای مثل آقای نیمار مسمومه و این فرد رو اگه زین الدین زیدان رو هم بیارید نمیتواند، با اینکه شاید کاریزماتیک و با شخصیت ترین بی حال حاضر فوتبال دنیا باشه، ولی وقتی یک چیزی اشتباه بنا نهاده میشه، اشتباهه، زیدان هم نمیتونه. زیدان بیاد باید یک خونه تکونی اساسی رقم بزنه. بعد از شکست پاریس سن ژرمن مقابل رئال مادرید، خب خیلی ها از رفتن 4 نفر بزرگ از پاریس سن ژرمن صحبت کردن، مشخصا لیونل مسی که ژرارد رومرو در گزارش در توییچ خودش حالا گفته بود که خورخه مسی برگشته و بارسلونا داره مذاکره میکنه که نمیشه مسی برگرده از یک سمتی، چون به هر حال مسی هم با فصل ناامیدکننده ای رو سپری. از اون ور نیمار با آینده متفاوتی، یعنی باشگاه باش به توافق برسه که بابا سالیانه 50 میلیون داره پول میدم به نیمار، نیمار چیکار داره میکنه تو پاریس، چه گلی به سر پاریس زده. مشخصا دو طرف دوست دارن که این قرارداد فسخ بشه، لئوناردو که به احتمال بسیار زیاد رفتنیه، پوچتینو قبل از فسخ شاید با یک باخت شاید اخراج بشه، و از اون طرف مهمترین عنصر ناصر الخلیفی. ناصر الخلیفی بره یعنی که قبول کرده پروژه شکست خورده، یعنی که دیگه نمیتونه. مدل رفتاری که در این سالها داشت باعث شد که هر مربی که اومد نتونست عملکرد خوبی رو به نمایش بگذاره. یک اتفاقی وقتی که به مربی این اطمینان و این اعتماد رو نمیدید، اولین بازی یادمون هست که پوچتینو می‌خواست مسی رو تعویض کنه، مسی اومد بیرون با یک حالتی که اینجوری کرد مثلا که چرا این کارو کردی. مشخصا مسی دوست داشت در زمین بمونه و تو قدرت و کاریزما و بزرگی این رو نداری که بازیکن مثل مسی رو، مثل نیمار رو، مثل امباپه رو بتونی بگیر بیرون بکشی و جواهر مثل دیماریا رو مجبوری نیمکت نشین بکنی و نمیدونی کی باید بیاری تو و ازش استفاده بکنی. الان صحبت از این هستش که ناصر الخلیفی بزا برو. در بازی ابتدای هفته پاریس سن ژرمن 3-0 بردو رو برد در بازی پارک دو پرنس. برای اولین بار مسی و نیمار هو شدن، هو که حالا نیمار زیاد شده و مسی برای اولین بار یکی از بهترین دوران کریر، واقعا یکی از بهترین بازیکن تاریخ فوتبال هو میشه از سوی طرفداران، شاید سزاوارش هست. به نظر من مسی در اون بازی خوبی رو انجام داد، ولی میتونست عملکرد متفاوتی رو بعد از گل سوم داشته باشه، ولی خب مسی اینجوری نیست کلا. و بنر هوادارا، بنر اولترا، فن‌های پاریسی که ناصر ما از تو متشکریم، ما میدونیم چه کارهایی برای این باشگاه انجام دادی، ولی الان دیگه وقت رفتن است و الان دیگه تمام رسانه‌ها دارن مینویسن از یک پروژه دیگر، از یک اتفاق دیگر، از یک خونه تکونی بزرگ. مشخصا لئوناردو خواهد رفت، با پاراتیچی مذاکره کرده بودن ولی اون قبول نکرد، خواست در تاتنهام و لندن بمونه و میخوان یک مدیر ورزشی بیارن، شاید آرسن ونگر و زیدان رو ببینیم، ولی این دو نفر شاید با سیستم و مدلی که آقای ناصر الخلیفی داره کنار نیان و مجبور بشه آقای زیدان که یک سری ستاره‌های بزرگ رو از تیم بیرون بکنه و یکم بالانس خوبی در اقتصاد باشگاه به وجود بیاره. کلین امباپه میره، رایگان هم میره، انقدر مسخره این ستاره تو 180 میلیون یورو پول دادی و انقدر ساده این ستاره ای که میلیاردها واسش هزینه دادن واقعا حقشه، راحت رایگان میدی به رئال مادرید. 200 میلیون نگفتی اصلا. دقیقاً. و این اتفاقی که برای باشگاه پاریس سن ژرمن داره رخ میده. حرف آخر، انقدر قدرت میدیم به نیمار که نیمار موقعی که میرسه اونجوری به اون شکل مفتزهانه و بچگانه توپ رو از ادینسون کاوانی، بهترین گلزن تاریخ باشگاه، میگیره که من پنالتی رو بزنم چون من نفر اولم. اون بدبخت هم اومد از بارسلونا بیرون که بیاد نفر اول بشه در همون سال اول زیر سایه کیلیان امباپه. چقدر بعضیا کم شعورن. این استعداد بی‌لیاقت، واقعا این لیاقت، این استعدادی که خداوند در دامان تو گذاشت کوفته. واقعا پاریس سن ژرمن این مدل رو پیش گرفت، مشخصا قهرمان لیگ شامپیونه خواهد شد، مشخصا آرنسو پوچتینو در این تیم نخواهد بود. پاریس سن ژرمن باید یک منش دیگری برای خودش داشته باشد، باید بتونه یکم این بازیکن سالاری رو در تیم بشکنه و با مربی‌های بزرگ با آرزوهای بزرگ برسه. اینجا رابوناست و ما تو رابونا از قصه‌های فوتبالی حرف می‌زنیم. مرسی.
علی ولی حالا نیمار رو ول کن دیگه، چقدر بهش چیز میگی؟ به من توی دنیای فوتبال هیچ از هیچ کس به اندازه نیمار بدم نمیاد. ببخشید. از کی اینطوری شد؟ بارسلونا هم نگاه میکردم، بارسلونا خوب بود، یک جاهایی که مسی مصدوم میشد ستاره تیم میشد، ولی از اون مدل رفتاریش، لای زدن، دریبل سرپا زدن، اینا نمایشیه، اینا مال تو کوچه است، مال فوتبال نیست. رونالدینیو چی؟ رونالدینیو تحقیرآمیز به هیچ وجه بازی نمیکرد، اصلا تحقیرآمیز نبود. و نیماری رو دیدیم که با 30 سال سن و بدون توپ، و نیماری رو دیدیم که باسیم، و نیماری رو دیدیم یک بازی پاریس سن ژرمن برا، یک بازی شاید خوشبین ترین حرف خوبه و نقش مهم دیارا پریرا و نقش مهم پارادس و راتی و دیارا و پریرا. چرا میگم دیارا؟ لاسام دیارا؟ نه، پریرا، پریلا، دنیلو پریرا، پریرا برای ما به من به یادگار گذاشت. اونجا قهرمان لا شامپیونه شد. من آب میخوام، ببخشید. حالا دیگه چه تعارف خوبه عزیز دلم.